به نام خدا. قبل از اینکه من ریتم رو شروع کنم، بچه ها همه نگاه کن، دوربین عزیزم دوربین رو نگاه کن، همه این خط کشه، ببین خط کش. ما میخوایم یه چیزی رو اندازه بگیریم، خط کش لازم داریم. مثلا الان یه آبربانگ دست منه، اندازش میگیرم 8 سانت. اینجا یه پاکون دستمه، اندازش میگیرم 3 سانت. خطکش تو موسیقی میشه اون ضرب پایی که شما میزنی. هر نوتی یه اندازه داره. مثلا شما میبینی نوت سفید مثل این پاکون 2 سانتیمتره، اون یکی مثل این، مثلا نوت گرد مثل این آبربان 4 سانتیمتره. پس اولین کاری که تو ریتم ها باید انجام بدید، یاد بگیرید که ضرب پا چجوری میزنن. شما فکر کنید این پا، این دقیقه زمینه، اینم پای منه. هر موقع میخوایم ضربه بزنیم از بالا به این صورت، یک حرکت پایین بالا میشه یه ضرب. این نیست که من بگم به شما ضربه بزن پاتون رو زمین باشه، نه، آماده باش بالا، حالا میگم یه ضربه بزن، یک حرکت رفت و برگشت. یه چیز، اولین چیزی که تو ریتم خوانی لازمه ما بگیم، یاد بگیم. همه اکثر کسایی که ریتم رو بد میخونن تو همین مسئله مشکل دارن. نگاه کنید، نوشتم که درس 8 اشکال ریتم شکل‌هایی هستن که توسط اونها مقدار کشیده شدن صداها و یا سکوت ها مشخص میشه، که مقدار شما توسط این خطکش یا همون ضربه پا تعیین میکنیم. خب پس یه بار دیگه من ضربه پا رو میگم، این زمینه، خواهشم با پای چپ هم ضرب بزنید، به خاطر اینکه اصول ما بر اساس اصول پیانو یاد میگیریم. تو پیانو پای راست نوازنده پدال سمت راست رو میگیره، معمولا پای چپ بیکاره. برای همین با پای چپ، چه سازتون دف، سنتور، هرچی که هست، با پای چپ ضرب میزنیم. پس اینجا این زمینه، این پای چپ منه، میگیم ضرب بزن از بالا، میای پایین دوباره بر میگردی به بالا، میگیم 4 ضرب. و دوباره به بالا هم تموم میشه. ببینید وقتی من میگم 4 ضرب بزن، این نیست، این غلط، این شد 3.5 ضرب. نیم، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4. یاد گرفتی؟ یعنی کسی اینجا سوال داره در مورد ضرب زدن؟ پس من یه دفعه دیگه خودم بگم، ضرب میزنیم بی هدف نمیزنیم، اینجوری نیست، پایین بالا، پایین بالا، پایین بالا. آفرین. درباره شکل ضرب زدن تو موسیقی بود. حالا نگاه کنید درس 10، ریتما رو کشیدم، اولین نوت از سمت چپ نوت گرده، هممون دیدیمش، 4 ضرب کامله. ببین اینجا که هی میگفتم بر میگردیم بالا، مثلا میخوام نوت 2 رو بگم، 2، میگم 2، بالا تموم میشه. 4 ضرب کامل یعنی این. حالا این هم ساز ملودیکاه، میخوام 4 ضرب یک آکورد رو بزنم، 2 می سول، 1، 2، 3، 4. چهار ضربه کامل. سوال داره کسی؟ نداره. کناریش دومیه سفید نقطه دار. سفید نقطه دار 3 ضربه کامله، یه دونه از گرد کمتره.
یعنی همین آکورده رو سه ضرب نگه میدارم. یک، دو، سه. کوتاه‌تر شد. اون یکی دو ضربه، یعنی دو ضربه کامل بالا تموم میشه. سیاه یک ضربه کامل پایین بالا. خب تا سیاهو داشته باش. حالا یادته چی گفتم؟ گفتم این خطکش ضربه پای شماست. برای اینکه بدونی هر کدوم از این نوتا چقدر باید کشیدشن، باید با خطکش این کار انجام بدی و اونم ضربه پای. حالا یه چیزی درباره خطکش بگم. همه ما خطکش رو دیدیم. یک سانتیمتر یک سانتیمتر همه همقد همن. ما وقتی ضربه پا میزنیم نباید دوتاشو تند بزنیم یکیشو کند بزنیم، سه تاشو تند بزنیم یکیشو کند بزنیم. آخه ما عادت داریم، بعضی بچه‌ها رو دیدم میخواد گردو بشموره، میگه دو، بعد به چهار تا سیاه میرسد میگه دو دو دو. از اول تا آخر به این حالت دو، ره، می، فا، می. در حقیقت این ثابته ولی ریتما تغییر میکنن. این ثابت نگاه کنید که مترونوم اون وسیله‌ای که در حقیقت یوهان ملتسل در حقیقت اونو چیز میکنه، که دوستای بتوون بود، اون وسیله رو اختراع میکنه واسه همین کاره. گرد چهار ضرب کامل، سفید نقطه دار سه ضرب کامل، سفید دو ضرب کامل، سیاه یک ضرب کامل، و اما دو تا چنگ. دو تا چنگ دو تاش تو یه ضرب اجرا میشه. یعنی ما اینجا این اگه از زمینه، اینم پای شماست، یکیش پایین اجرا میشه یکیش بالا. مثلا میخوام بگیم بگو دوره، دو ره، بگو میفا سولا، میفا سولا. فرقش با چهار تا سیاه چیه؟ چهار تا سیاه هر کدوم یک ضربه، تو یک ضرب یه دونه میگی میفا سولا. چهار تا چنگ میفا سولا.